بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته عرض شد که به حسب اون چه از ظواهر آیات و روایات استفاده میشه، تقدیر الهی عام و شامل تمام حوادث حتی حوزه افعال اختیاری انسان هم میشه. یعنی همه افعالی که ما از روی اراده و اختیار انجام میدیم، اینها هم مشمول تقدیر خدا هست. و در اینجاست که این مشکل نمودار میشه که اگر تقدیر هست، پس جای اختیار ما کجاست؟ برای توضیح مطلب مقدمه ای را عرض می کنیم و اون اینه که پدیده های این جهان در هر جا و در هر زمان و تحت هر شرایطی در نظر گرفته بشه، توأم با حدود و قیودی است. در عالم طبیعت ما چیز بی حد، بی اندازه، بی قید و شرط نداریم. هر نوع چیزی را شما میخواد تصور کنید، خواهید دید که وجود اون شی دارای حدها، اندازه‌ها و قید و شرط هایی است که بدون آنها تحقق پیدا نمی‌کند. از عظیمترین کرات آسمانی تا کوچکترین اجزاء اتم، همه این ویژگی را دارند که دارای حد هستند. حالا حد کوچک باشه یا بزرگ، از نظر بعد و حجم دارای یک حدی هستند. از نظر زمان و طول عمر و بقایشون دارای حدی هستند. هیچ پدیده این جهان نیست که دارای عمر بی نهایت باشه. الا اجل مسمى، هر چیز یک سرآمد معینی داره که فقط تا همون وقت ادامه پیدا میکنه. این هم یک نوع اندازه ایست، یک نوع حدی است، حد زمانی که در لسان قرآن و روایات به نام اجل نامیده میشه. و همینطور قیود و وابستگی هایی به پدیده های دیگر در همه پدیده های این جهان هست. در این عالم ما چیزی جدا و منعزل و گسسته از اشیاء دیگه نداریم. و همینطور شکل و خصوصیات و عوارض هر چیز، اینها هم هر شیعی دارای یک عوارض و مشخصات خاصی هست. برای نمونه وجود خودمون رو در نظر میگیریم. وجود انسان یک وجود نامحدودی نیست. نوع انسان در طول تاریخ ازلی و ابدی نیست، برخلاف اون چه بعضی از
فیلسوفان قدیم میپنداشتند که انواع اصلی اینها ازلی هستند و ابدی هستند. نه، نوع انسان در یک مقطع تاریخی خاصی به وجود آمده. پس از نظر زمان محدودی، یعنی مبدعی داره که قبل از اون نبوده. در مکان مخصوصی به وجود میاد. نوع انسان در کره زمین هست، در همه جا نیست. حالا آیا در کره دیگری هم انسان یا نوع موجود زندهی باشد یا نه، مورد شکه. ولی مسلماً در همه کرات موجود زنده وجود نداره. یک سؤالی است برای بعضی دانشمندان که آیا در بعضی از کرات آسمانی شرایط حیات وجود داره یا نه؟ ولی قطعا در بسیاری از کرات، اکثریت قریب به اتفاق از کراتی که شناخته شده و شرایطش به دست آمده، شرایط حیات وجود نداره. انسان باید در زمین زندگی کنه، در ماه نمیتونه زندگی کنه. یا فرض کنید در مشتری و زحل نمیتونه زندگی کنه. پس از نظر مکان هم محدوده، در همه جا نمیتونه باشه. کما اینکه در درون زمین و در وسط فضا یا آسمان و اینها هم نمیتونه زندگی کنه. این هم یک نوع حدیست برای وجود انسان. بعد ریزتر میشین در جهازات و اعضاء انسان. هر کدوم یک حد مخصوصی از نظر حجم و از نظر موقعیت داره. چشم یه اندازه معینی داره، حالا گاهی کمی کوچکتر و کمی بزرگتر، بالاخره یک حدی بین طرفین مشخصه. چشم به اندازه مثلا کله آدم نمیشه ایشون، یا به اندازه کل پیکر انسان. یه اندازه معینی داره، یک نسبت خاصی داره با کل بدن. نوسان داره، اما از یه حدی کمتر نمیشه، از یه حدی هم بیشتر نمیشه. سایر اعضا هم همینطوره. قلب انسان مثلا به اندازه کله آدم نمیشه، و همینطور سایر اعضا و جوان. این از نظر حجم. از نظر وضع و موقعیت، چشم کف پای آدم نمیشه باشه، باید در قسمت سر باشه. قلب هیچ وقت در سر نیست، مغز بر سره، اما قلب باید در سینه باشه. همینطور معده، کبد و سایر اعضا و جوارح ما، اینها هم یک اندازه ها و حدها و موقعیت های خاصی دارن که نسبت به سایر اعضا مشخص میشه. این هم راجع به اندام های بدنه. راجع به کارهایی که از ما سر میزنیم، آیا هر کاری را ممکن است بدون قید و شرط و در نظر گرفتن ابزار و اندام خاصی ما انجام بدیم؟ میبینیم که هر کاری با یک جهاز خاصی یا با عضو خاصی انجام میگیره، اونم با یک شرایط و حدود و قیودی. ما با گوشمون نمیتونیم ببینیم، دیدن باید از چشم. با بینیمون مثلا نمیتونیم بشنویم، بو را فقط با بینی دریابیم. با پامون نمیتونیم بنویسیم، با دست باید بنویسیم. با دست نمیتونیم راه بریم، باید پا باید راه بریم. و چیزهای هر عضوی اندامی یه جور کاری ازش میاد. کار این عضو و این جهاز و دستگاه را از عضو یا جهاز دیگری نمیشه خواست. پس کارهای ما هم محدود است به ابزارهای خاصی و اندامهای خاصی. این کار باید از این اندام سر بزنیم، نه از غیره. بعد میاییم به اون کاری که باید از هر دستگاهی انجام بگیره، باز میبینیم که حدود و قیودی داره. با چشم میبینیم، اما همه چیز را با چشم میبینیم؟ نه.
چیزهای خیلی ریز را با چشم نمی‌بینیم. پس باز دیدن ما شرایطی است. خب حالا یه چیز درشتی که قابل دیدن هست در همه وقت می‌بینیم؟ نه، باید نور به قدر کافی وجود داشته باشه تا ببینیم. خب نور هست، در هر فاصله ای می‌بینیم؟ نه، فاصلهش هم باید معین باشه. هر چه دورتر میشه ریزتر میشد عکسش، تا به حدی میرسه که ما دیگه به هیچ وجه نمیتونیم ببینیم. شما سوار هواپیما که هستید وقتی نگاه میکنید پایین، وقتی تازه هواپیما خیلی اوج نگرفته باشه، میبینید اتوبوس ها مثل این مورچه ای روی زمین دارن حرکت میکنن. یه خود دیگه اوج بگیره هواپیما، اصلا اتوبوسی و حتی درخت و حتی کوهش هم درست مشخص نمیشه. پس اشیا در یک فاصله معینی قابل رؤیت هستند، صوت ها در یک فاصله خاصی قابل شنیدن هستند. غذایی که ما میخوایم بخوریم، خب باید از دهن بخوریم، از راه دیگری نمیشه. آیا هر چیزی را میتونیم ما با دهن بخوریم؟ نه، سنگ را نمیتونیم بخوریم، استخوان را ما نمیتونیم بخوریم، البته بعضی حیوانات میتونند اما ما نمیتونیم. به هر اندازه میتونیم بخوریم؟ نه، ظرفیت معده و دستگاه گوارش ما محدوده، هر اندازه هم نمیتونیم. در هر شرایطی میتونیم بخوریم؟ نه، باید حالت گرسنگی باشه، اشتها باشه. وقتی اشتها نباشه آدم حالت تهوع براش به دست میاد، نمیتونه بخوره. میخوایم نفس بکشیم؟ میتونیم از راه چشم نفس بکشیم؟ نه، باید از راه دستگاه مخصوص تنفس نفس بکشیم. باید هوای مخصوصی باشه. یعنی هوای مخصوص که میگم یعنی ترکیب مخصوصی از گازها باشه. هر گازی رو ما نمیتونیم تنفس کنیم. گاهی بعضی گازها هست که تنفسش موجب مسمومیت و هلاکت میشه. ترکیب گازها باید به شرایط خاصی باشه در هوا تا برای ما قابل تنفس باشه. اون وقت اندامهای تنفس ما باید به چه شکلی باشه؟ اگر ریه مثلا جای سر بود، کار خودش رو درست نمیتونه انجام بده. و سایر اندامهای کوچکتر و تا برسه به سلولهایی که نسوج بدن ما را تشکیل میدن و نسجهایی که اعضا و اندامها را تشکیل میدن و اعضایی که جهازات را تشکیل میدن، هر کدوم دارای هزارها شرایط و حدود و قیود هستند که بدون اینها تحقق پیدا نمی‌کنه. و کارهای ما در کادر این حدود و قیود انجام می‌گیره. ورای این حدود تنیده شده و حساب شده، ورای اینها ما کار نمی‌کنیم انجام می‌دیم. خیال می‌کنیم که کارهای ما شرطی نداره، هر وقت می‌خوام حرف می‌زنیم. این مال ناآگاهیه، بی‌دقتیه. وقتی دقت کنیم میبینیم یک کلمه حرف زدن هزارها شرط میخواد. در یک کادر بیش از هزار بعدی تحقق پیدا کنیم. هر کدوم از اینا لنگ باشه اون کلمه حرف ما نمیتونیم بزنیم. مخصوصا در این رابطه اطلاع از فیزیولوژی برای انسان خیلی مفیده که بدونه چقدر شرایط لازمه برای تحقق یک کار از اعمال حیاتی. پس ما در عالم چیزی بی حد، بی قدر، بی قدر نداریم. اون چه در این عالم ها با قدر است، چه از قبیل اشیاء، چه از قبیل افعال و چه از قبیل اشخاص. همه چیز دارای قدره. انا کل شیء خلقناه به قدر. و از جمله قدرها قدر زمانی است
که اون را اصطلاح خاصش عجله. لکل شیئن، بله حالا تعبیر قرآنی شا بردر پیدا کنه که همه چیز دارای عجل معینی است. در باره خلق آسمان و زمین مکرر در قرآن آمده که الی اجل مسمی. درباره ماه و خورشید، ستارگان همینطور، و شمس تجری لمستقر لها یا الی اجل مسمی. همه چیزها دارای قدر زمانی هم هست که اسمش اجل. پس اینکه در روایات هست همه چیز دارای عجل است، در واقع یکی از مصادیق قدر هست که روش انگوش گذاشته شده و مشخص شده به نام عجل. عجل نوع خاصی از مراتب فعل نیست، یکی از مصادیق قدر هست. قدر زمانی اسمش عجل. خب پس به این نتیجه رسیدیم که اطلاق قدر و تقدیر در مورد همه چیز صحیحه. همه چیز دارای اندازه هست، اما این اندازه را کی قرار داده؟ خب وقتی دانستیم که تمام جهان مخلوق خداست و هستیش به دست اوست، تمام شؤون هستی هم به او ارتباط داره. وقتی خدا ما را آفریده و ما دارای قدر مکانی و زمانی هستیم، قدر ما را کی قرار داده؟ ما همون کسی که ما را با این قدر آفریده دیگه. ما در یک مقطع خاصی از تاریخ جهان آفریده شده ایم. این زمان را کی برای ما تعیین کرده؟ و همون کسی که ما را در این زمان آفریده دیگه. ما در یک کره خاصی باید زندگی کنیم. کی این قدر را برای وجود ما قرار داده؟ همون کسی که ما را در این کره آفریده. پس تقدیرات همه از خدا. هر چیزی اندازه ای دارد و اندازشم را آفریننده او اونچه قرار داده. این مسئله نیست که دچار اشکالی بشیم تا این جهان. اونجای ما دچار اشکال میشیم که قدر را بخواییم روی افعال اختیاری بیاده کنیم. افعال اختیاری ما وقتی حسابش کردیم دیدیم اونها هم حدودی دارد. آیا این حدود افعال اختیاری در اختیار ماست یا نه؟ تعیین این حدود در اختیار ما نیست. اولین شرط این که یک فعل اختیاری از ما سر بزنه اینه که ما زنده باشیم. آدم مرده که فعل اختیاری نداره، بدن مرده که کار اختیاری انجام نمیده. اولین شرطش اینه که ما زنده باشیم. آیا ایجاد حیات و حفظ حیات در اختیار ما؟ هر کس هر وقت دلش بخواد میتونه زنده باشه یا نه؟ اصل حیات برای ما غیر اختیاری. آیا ما به اختیار خودمون زنده شدیم؟ خدا با ما مشورت کرد که آقا شما در کی زمانی میخواد متولد بشید؟ ما هم گفتیم در فلان زمان از فلان پدر و مادر. اینجوری بوده یا نه؟ حیات ما، ولادت ما در اختیار ما نیست. بی اختیار ما به وجود آمدیم و دارای حیات شدیم. از این جهان که میریم به اختیار ماست یا بی اختیار؟ اگه به اختیار ما بود هیچ کدوم کمتر از هزار سال راضی نمیشدیم. حالا در بعدش محل تأملیم. یبدلو یعمرو یبدلو کلو واحد من هم، یا تعبیرش این عبارت یادم نیست در قرآن، که لو یعمرو الف سنه. درباره بنی اسرائیل است. اینا اینقدر علاقه به زندگی دنیا دارن هر کدومشون دلشون میخواد هزار سال زندگی رو. ظاهرا اختصاص به بنی اسرائیل نباشه، از طوایف دیگری هم شاید پیدا بشه که چنین آرزوهایی داشته باشه. عرض کنم که
پس اینم در اختیار ما نیست که چقدر زنده باشیم. اینقدر جوانهایی که در نوجوانی از دنیا رفتن، حالا به هر علتی که بود، بعد از این که حیات داریم، شعور و آگاهی ما، توجه ما به مسائل تا بخوایم کار اختیاری انجام بدیم، باید اینا رو داشته باشیم. آدم گاهی میخواد یه چیزی را به خاطر داشته باشه، یادش هر چی فکر میکنه یادش نمیاد. طبعا اون کار اختیاری که مربوط به اون توجه و هوشیاری و حضور ذهن هست، از آدم نمیتونه سر بزنه. پس همچین نیست که ما حتی اختیار کامل ذهن خودمون را داشته باشیم که هر وقت هر چی میخوایم یادمون باشه. گاهی اینقدر فشار میاریم، گاهی من اسم دوستانم رو فراموش میکنم، باش سلام علیک میکنم، میگم مثلا آقای فلان، یادم میاد دیگه، میگم چی، حالا دوستی که سالها با هم بودیم اسمش یادم میاد. اینقدر ما حافظمون در اختیارمون نیست. چرا سه به سایر قیود و شرایط که میبینید همه اینها خارج از اختیار ما. اگر یک کار هزار تا شرط داشته باشه که غالبا هزارها دارد، 999 تا از این شرایط خارج از اراده است. مگه ما به اختیار خودمون میخوایم از راه دهن غذا بخوریم؟ مجبوریم، غیر از این راهی نداره غذا خوردن. مگه به اختیار خودمون هست که میخوایم با چشم ببینیم؟ تعیین این که وسیله دیدن ما چشم باشه که به اختیار ما نیست، یک امر غیر اختیاری است. با ما مشورت نکردن که آقا شما میخواد با چشمتون ببینید یا با گوشتون. همه اینا غیر اختیاری است. وقتی 999 تا مقدمات فعل که همه غیر اختیاری هستن حاصل شد، آخر سر میرسه به انتخاب ما. حالا که همه ابزار گفتن در اختیارت هست، میخوای حرف بزن، میخوای سکوت کن. یکی از هزار شرطی است که برای افعال اختیاری وجود داره. دایره اختیار ما اینقدر محدوده و این چیزی نیست که جای هیچ شکی برای هیچ عاقلی باشه. ما همه میبینیم این مقدمات و وسائل در اختیار ما نیست. خورشید و ستارگان و ماه و زمین و این همه شرایطی که برای هر کار ما لازمه، کدومش در اختیار ماست؟ پس در یک کادر بسیار محدودی که از ابعاد گوناگون احاطه شده به شرایط غیر اختیاری، یک مجرای باریکی برای اختیار ما بازه که در این مجرا میتونیم حرکت کنیم. یک دایره محدودی که در نقطه‌های مختلف این دایره میتونیم حرکت کنیم، اما پا را فراتر از این محیط دایره به هیچ وجه نمیتونیم بذاریم. بله، در این دایره محدود انتخاب نقطه‌ها در اختیار ماست. پس قدر به این معنا که شرایط و اسباب و معدات گوناگون برای هر چیزی لازم است و همه اینها را خدا فراهم کرده، این جای بحثی نیست. همین اندازه کافی است که به قول بزرگان جزء اخیر از علت تامه اختیار ما باشه، بلا سایر اجزای علت تامه که از صدها و هزارها تجاوز میکنه همه خارج از اختیار. یک جای اعمال اختیار که درش باشه اون وقت تازه میشه فعل اختیاری. و عجیب این است که تمام تکامل انسان از اون جهت که انسان است و تکامل انسانی است در همین دایره محدود انجام میگیره و به وسیله همین مجرا و کانالی که از طرف خدا برای اختیار ما تعیین شده، همه تکاملات ما در همین دایره انجام می‌گیرد.
البته شرایط غیر اختیاری کمابیش مؤثرن در تعیین اوج تکامل ما و جهت تکامل ما، اونا بی تأثیر نیستن. انشالله در بحث انسان‌شناسی خدا توفیق داد اونجا بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم. ولی به هر حال برد تکامل ما بستگی داره به همین دایره افعال اختیاری، از این تجاوز تکامل انسانی. خب پس ملاحظه کردیم که یکی از اسباب و اجزای علت تام برای افعال اختیاری انتخاب ماست و همین کافی است که فعل اختیاری باشه. و اتفاقا قدر در موردی به کار میره که هنوز همه اجزای علت تام تحقق پیدا نکرده. حالا این بحث را در جلسه بعد انشاءالله مطرح خواهم کرد که فرق بین قدر و قضا در بهترین وجه همینه که قضا مرحله حتمیت قدر است. قدر اون وقتی است که هنوز کار یا پدیده شکل حتمی خودش را به خود نگرفته، قابل تغییره، یعنی علت تامش هنوز تحقق پیدا نکرده، یعنی هنوز شما انتخاب نکردید. همه مقدمات فراهم شده اما هنوز شما انتخاب نکردید. مرحله قدر مال قبل است. بنابراین اشکال در قدر خیلی کمتره. اشکال به صورت مشکلتری و دقیقتری در باب قضا مطرح میشه که انشاءالله موضوع بحث آینده ما خواهد بود. در اینجا نکته هایی را باید در ارتباط با این بحث عرض بکنم که کمابیش از آیات و بیاناتی که در زیر اینها شد به دست میاد. یکی این است که قدر را میشه تقسیم کرد به قدر نوعی و قدر شخصی. در مثال هایی که بنده عرض کردم اگر دقت فرموده بودید، یه مثال های مال نوع بود، یه مثال های مال شخص. یه مثال در این بود که نوع انسان در چه زمانی به وجود آمده. کار به این شخص و اون شخص نداشتیم در این مثال. پس تقدیر این که انسان در فلان مقطع زمانی از تاریخ باشد یک تقدیری است برای نوع. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. وقتی آدم و حوا در روی زمین سکونت یافتن، این تقدیر الهی اعلام شد که هم جنبه تعیین مکانی بود هم تعیین زمانی برای نوع انسان. ای آدمی زادگان، شما جایگاهتان در زمین است، لکم فی الارض مستقر. این تقدیر مکانی نوع انسان. و متاع الی حین، تا یک زمان معینی شما برخوردار خواهی بود از حیات مادی این جهانی. این هم تقدیر زمانیشه برای نوع انسان. یه تقدیراتی هم هست شخصی. شمای خاص در زمان خاص در مکان خاص با شرایط خاص به وجود میایید و با حدود و قیود خاصی زندگیتون را میگذرونید، از لحاظ نژاد، از لحاظ رنگ پوست، از لحاظ رنگ مو، از لحاظ قد و قواره، از لحاظ شکل اعضا. اینا تقدیرات شخصی است. همه افراد نو این تقدیرات را یکسان ندارن، هر کدوم یه تقدیر خاصی داره. یکی موش موش مشکیه، یکی خرمانیه، یکی بوره، یکی سفید و همینطور سایر چیزها. اینها هم تقدیراتی شخصی.
پس تقدیر به دو قسم تقسیم میشه، تقدیر نوعی و تقدیر شخصی. از دیدگاه دیگری تقدیر تقسیم میشه به تقدیر علمی و تقدیر عینی. یعنی اینکه خدا میدانست که هر موجودی با چه حدود و قیودی به وجود میآید، یکی تقدیر عینی، یعنی آفرینش این موجود را با این حدود و قیود قرار داد، ایجاد قدر کرد یا ایجاد شیء کرد با قدر خاص. پس قدر به دو قسم تقسیم میشه، تقدیر علمی یعنی خدا میدانست که اشیا به چه صورتی و چه با چه قدری تحقق خواهند یافت، این خدا هر چیزی را با اندازه خاصی آفرید و ایجاد کرد. از دیدگاه دیگری میتونیم برای تقدیر مراتبی قائل بشیم از لحاظ قرب و بعد به شیء مقدر. یعنی ما یک شرایط نزدیکی برای تحقق یک شیء در نظر میگیریم که مستقیما با این شیء ارتباط داره، ولی خود این شرط هم یه شرط و شرطی داره. برای دیدن ما نور لازمه، درسته؟ برای پیدایش نور هم شرطی لازمه، برای اون شرطش هم شرط دیگری لازمه، سلسله شروط هست. مثلا فرض کنید اون وقت که نور خورشید را حساب میکنیم، برای اینکه چشم ما ببیند باید روز باشه، نور خورشید باشه، حالا فرض کنید نور دیگری نباشه، خب برای اینکه نور خورشید بتابد شرطی وجود داره، شرطش اینه که این طرف زمینی که ما هستیم مواجه با خورشید باشه. اینم یک شرط. علاوه بر این باز کار تموم نمیشه، باید خورشید در حال فرض کنم ایجاد این انرژی باشه که روی فرضیه تبدل ماده به انرژی دائما باید مقداری از حجم خورشید تبدیل به انرژی بشه، یه مقدارش انرژی نورانی تا اینکه نور به وجود بیاد. باز برای اینکه این نور به ما برسه شرطی لازمه، موانعی نباید وجود داشته باشه. پس ما برای کارهای خودمون یا برای هر پدیده‌ای یک قیود مباشر و نزدیک قائل میشیم، یعنی قیودی که مستقیماً با اون پدیده یا با اون کار ارتباط داره، و گاهی قیود و شرایط بعید و همینطور متوسط. پس برای تقدیر میتوان مراتب قائل شد به حسب قرب و بعد به اون شیء تقدیر دار مقدر. بر این اساس هرچه تقدیر بعیدتر باشه احتمال تغییر و تحول درش بیشتره، هرچه تقدیر نزدیکتر میشه بیشتر شکل یافته‌تر میشه، از حالت ابهام خارج میشه. نوری که از خورشید میتابه آیا به ما میرسد یا نه شرایط زیادی لازمه. بعد از این که رسید به زمین آیا به ما میرسد یا نه شرایط کمتری میخواد، همینقدر باشه که روزنه ای باز باشه و نور از اونجا بتابه بهش، شرطش کمتر شد. پس اولی که نور از خورشید، واحد نور، حالا چه کوانتوم باشه چه موج باشه چه ذره موجی باشه، هرچه وقتی تحقق یافت تا برسه به زمین هزارها شرط، چند دقیقه نوری فاصله از بین خورشید تا زمین، هر آن ممکن است یه مانعی پیش بیاد که این نور منحرف بشه از مسیرش و به ما نرسه، انکسار پیدا کنه.
اما وقتی رسید به زمین دیگه این شرایط خیلی کم میشه، از حالت ابهام خیلی در میاد، تعین بیشتری پیدا میکنه. سایر امور زندگی ما هم همینطوره، وقتی حسابشو بکنیم یک اسباب بعیده داره که اونها احتمال تغییر و تحولش تا برسه به پدیده زیاده. هرچه نزدیکتر میشه به ظرف اون پدیده، چه ظرف مکانیش و چه ظرف زمانیش، تعینات بیشتر میشه، از حالت ابهام بیشتر در میاد و احتمال تغییر درش کمتر میشه، تا برسه به اونجایی که آخرین جزء علت تامه تحقق پیدا کنه که دیگه بعدش خود اون پدیده تحقق پیدا میکنه و تغییر پذیر نیست. چیزی که واقع شد و تحقق یافت دیگه تغییر نمیکنه، مگر بقا هم تغییر کنه، ولی در همون ظرف خودش چیزی که واقع شد در همون لحظه به همون صورتی است که تحقق پیدا میکنه. آدم حرفی که زد دیگه به دهنش بر نمیگرد، برمیگرده؟ کاری که انجام داد ارتباطش با او دیگه قطع نمیشه، این کاریست مال این قائل. هزاری بذاره تو سر خودش ای کاش نکرده بودم، ارتباطش با این قطع نمیشه. بله ممکنه بعد کارهای انجام بده که اثر اون کار قبلی را ضعیف کنه یا به اثر بقاءً از بین ببره، مثل توبه که مثلا اثر کارهای گذشته را یا ضعیف میکنه و یا به کلی از بین میبره. اون بقاءً هست، ولی در ظرفی که کار انجام میگیره که این ارتباطش با فاعل قطع نمیشه، این کار از مال این فاعل دیگه. پس شی تا مادامی که همه اجزای علت تامش تحقق نیافته ضروری و حتمی نمیشه، یعنی قابل تغییر است. به وقتی به حدی رسید که همه اجزای علت تامش موجودند دیگه تغییر ناپذیره و در افعال اختیاری آخرین جزء یا یکی از اجزاء قریبه انتخاب دیگه، ما باید انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم. تصمیم گرفتیم کار انجام دادیم دیگه بر نمیگردیم. پس قدر میفهمیم که قابل تغییر است، چون قدر مال قبل از جزء اخیر از علت تامه هست، هنوز به مرحله قطعیت نرسیده، ممکنه تغییر بود. این همان است که در مورد عجل در روایات داریم، عجل معلق، عجلی تعیین شده، مثل موجی است که به سوی نقطه هدفگیری شده، اما به شرط اینکه با یه جسمی برخورد نکنه که انکسار درش بدید بیاد، جهت حرکتش تغییر. عجل این است که معین شده این موجود با این خصوصیاتی که داره در شرایط عادی چقدر میتونه زندگی کنه، 60 سال تعریف کنیم. پس این وجود اندازه‌گیری شده که 60 سال زندگی کنه، اما ممکنه مانعی پیدا بشه، وسط خیابون تصادف کنه، 60 سال میشه 30 سال. پس اجل 60 سال معلق است، یعنی یه شرط داره، مشروط به یه چیزیست، مشروط به اینکه تصادف نشه. اما عجل حتمی اون یکی تمام اسباب و شرایط فراهم شده، هی تعین پیدا کرده تا رسیده به اون لحظه ای که دیگه علت تامه شی تحقق پیدا کرده، اون میشه عجل حتمی، دیگه قابل تغییر. پس تقدیر معمولا قابل تغییر است. اما چه جور تقدیری؟ تقدیرهای عینی. تقدیر علمی چطور؟ علم خدا هم قابل تغییر است. اون علمی که در مرحله ذات است مسلم قابل تغییر نیست. اون علمی هم که در مقام فعل است که اونم که با خود فعل است و از فعل انتزاع میشه، اونم که تغییر نداره. یک جور علم قابل تغییری تصور میشه، سرنوشت قابل تغییری، و اون اینه که در
وسائطی که بین خدا و وقوع یک مخلوق یا وقوع یک پدیده موجود هست، در اونجا یک نمودارهایی از پدیده تحقق پیدا می‌کنه. یعنی قبل از اینکه این پدیده در این عالم در ظرف خودش واقع بشه، حالا به عنوان چیز عرض می‌کنم، تمثیل، یک نمودارش در یک جهان دیگه مرتسم میشه. یه عکسی ازش، یه فیلمی که قبل از وقوع یک فعلی تحقق داشته باشه. این در یک عالمی منعکس، فوق اون عالم باز عالم دیگری است، در اونجا به حسب اون شرایط خاص اون عالم انعکاس دیگری داره، به یک نحو دیگری ثبت است، تا میرسه به یه جایی که اسمش لوح محفوظی. در اونجا دقیقاً تمام خصوصیات یک شی از نظر زمان و مکان و حدود و شکل و سایر چیزها دقیقاً مشخص. اگر کسی با لوح محفوظ تماس پیدا کنه، پیشاپیش میتونه بفهمه که چه حادثه‌ای در چه زمانی با چه خصوصیاتی واقع خواهد شد. اینجا فیلمش موجوده. و آیا به صورت اختیاری حاصل میشه یا به صورت جبری؟ اونم اونجا نوشته شده. وقتی نوشته شده که این کار به صورت اختیاری تحقق پیدا میکنه، طبعا جبری نخواهد بود. اما اونجا نوشته که این شخص با اختیار خودش در فلان زمانی در فلان مکانی چیکاری را انجام خواهد داد. اگر کسی بر لوح محفوظ اطلاع پیدا کنه، میتونه این پیشگویی را بکنه. اما غیر از لوح محفوظ، الواح دیگری در عوالم متوسط هست. اونجا اشیا به طور دقیق و با جمیع خصوصیات منعکس نیست، توأم با ابهام هاییست. فرض کنید در یک جایی نوشته شده که آقای فلانی در فلان روزی فلان ساعتی از فلان جایی حرکت می کنند و به فلان جایی می رسند. در یک جایی نوشته شده آقای فلانی فلان روز از فلان ساعت از فلان جا حرکت می کنند، اما دقیقاً در چه لحظه‌ای به کجا می رسند ننوشته. یا نوشته که اگر مانعی پیش نیاید در فلان لحظه اینجا می رسند. از آیات و روایاتی به دست میاد که بین کتاب مبین و ام الکتاب یا لوح محفوظ که اونجا سرنوشت های حتمی و قطعی منعکس هست، کتاب های دیگری، الواح دیگری هست که حوادث با ابهامی و یا با شرطی منعکس هست. کسانی هستند که میتونن به این الواح متوسط تماس بگیرن، ولی هنوز قدرت این که به لوح محفوظ اطلاع پیدا کنن ندارن. بر اساس اطلاعاتی که از این الواح متوسط به دست میارن پیشگویی هایی میکنن، ولی این پیشگویی ها گاهی تخلف برمیداره. حتی در مورد پیغمبر و امام هم ممکن است بعضی از پیشگویی ها به این صورت باشه. یه داستان کوچولو رو نقل بکنم و دیگه وقت گذشته. عرض کنم که یه داستانی است که روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با اصحابشون نشسته بودند، یه پیرمرد یهودی از اونجا میگذشت. حضرت فرمودن این میره به صحرا و ماری او را میگزه و به وسیله این هلاک میشه. اتفاقا باز عصری بود و مثلا نشسته بودند و دیدن که پیرمرد یهودی برگشت، یه پشتری خاری هم به دوششه که رفته بود صحرا، خارا رو کنده بود و زنده برگشت. اصحاب عرض کردن که یا رسول الله، این همون پیرمرد نیست که شما گفتید این میره تو خیابون میمیره مار میگزدش؟ فرمود چرا. پس این تحقق پیدا نکرد. گفت سب کنید تا بیاد جلو. صدا زدن یهودیه را، گفتن بار خارتو بزن، گفتن بازش کن. پشتشو بار کرد، دیدن یک مار وسط این پشت حلقه زده. حضرت فرمودن
مقدر بود که این مار او را بگزه، ولی صبح که از خونه اومد بیرون صدقه داد، اون صدقه این بلا را ازش رفع کرد. یعنی اون تقدیری که من گفتم تقدیر معلق بود، اقتضای عادیش این بود که این مار بگزدش، اما یه مانعی پیدا شد. البته این مانع مانع فیزیکی را بود، مانع متافیزیکی است. صدقه دادن اثر طبیعیش این نیست که مار نگزی، این چنین رابطه فیزیکی که بین صدقه و مار نگزیدن موجود نیست، این یه رابطه از صدق رابطه متافیزیکی است. یعنی خدا یه جوری وسائل را فراهم کنه که مار نگزیدش. نظیر صدقه دعاست، نظیر اینها صله رحم هست، احسان به پدر و مادر هست، اینا تغییرات رو عوض میکنه. در مقابلش قطع رحم، حقوق والدین تغییرات را عوض میکنه به ضرر انسان، عمر را کوتاه میکنه و چیزهای دیگری. این موارد جای بدا است. این اصطلاح بدا که شنیدی جاش اینجاست. یعنی گاهی خدا یا پیغمبر یا امام مطلبی را بیان می کنند، اعلام هم می کنند، اما نه به صورت قطعی، یه شرط داره. ممکنه شنونده قطعیت ازش بفهمه به خاطر اینکه به اون شرطش توجه نداره، بعد اون شرط عوض میشه و اون جریان اتفاق نمی افته. این تعبیر بدا است. در روایات داریم که یکی از بهترین عبادات اعتقاد به بدا است. یعنی اگر انسان توجیهش، حالا فرصت کنی توضیح مختصرش، اگر ما معتقد باشیم به این که تقدیرات حتمی و تغییر ناپذیری بر ما حکم فرماست که جای انتخاب را از ما سلب کرده، نه هیچ وقت دعا میکنیم نه فعالیت زیادی میکنیم، بیمش باید بشه میشیم. از خدا هم نمیخوایم که بلا رو از ما دفع کنه، چون میدونیم اثر نداریم. اعتقاد به دعا و تأثیر دعا در وقتی است که ما معتقد باشیم تقدیرات معلقه، مشروطه و میتواند دعا به عنوان یک عاملی جلوی بعضی از تقدیرات رو بگیره، اون وقت انگیزه دعا کردن در واقع دید میاد. اون کسانی که به این هم معتقد نباشند، به بدا یعنی تغییر تقدیرات معلق، انگیزه دعا کردن درشون پدید نمیاد. در بسیاری از اینها وقتی توجه به این مسئله دارن، انگیزه فعالیت درشون پدید نمیاد. اینه که در بسیاری از اقوام و اشخاص اعتقاد به تقدیر نوعی عامل رکود و عامل ضعف و عقب ماندگی میشه، در صورتی که از دیدگاه توحیدی هیچگاه نباید اینطور باشه. اسباب و شرایط هر کدام در مرحله خودشون مؤثر هستند و تقدیرات به معنای نفی اختیار از انسان نیست. خود اختیار انسان و انتخاب انسان و فعالیت انسان چیزهاییست که در دایره همون تقدیر قرار میگیره. معناش این است که اون کار اختیاری میبایست از راه تلاش انسان انجام بگیره، منتها ما نمیدانیم سرنوشت نهایی چیست. ما باید تلاش بکنیم. اگر تقدیر حتمی هست، تلاش ما مقرون به موفقیت میشه. اگر تقدیر حتمی نیست، ما تلاشمون کردیم ولی به اون نتیجه که در نظر داشتیم نرسیدیم، ولی به هر حال یک نتیجه قطعی داره که پاداش الهی اون محفوظ، اون هیچ وقت تقلب پیدا نمیکنه. بنابراین موحد همیشه فکر این است که وظیفه‌اش چیه؟ آیا اون چیزی که منظور نظرش هست نتیجه قطعی هم حاصل میشه یا نه؟ به روی اون حساب نمی‌کنه. ممکنه تقدیر خدا غیر از اون باشه. در بیانات امام مکرر شنیدید فرمودن ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، چه خواهد شد به ما مربوط نیست. ما وظیفه‌مون بود مبارزه کنیم. آیا پیروز می شویم در این مبارزه یا کشته می شویم به ما مربوط نیست، تقدیر خداست، هر چی خدا می خواد بشه. از ما خواستن مبارزه بکن، چشم. از ما خواستن بجنگ، این جنگ پیروز خواهد شد یا نه؟ البته جنگ تدبیر می خواد.
سنجش زاد و برگ میخواد، تهیه وسایل میخواد، این کارا باید بکنیم. اما بالاخره این جنگ نتیجه چه خواهد شد خدا میدونه، ما نباید روی اون حساب کنیم. وظیفه تو اینه که این کارا بکنی، چه خواهد شد به من از اون مربوط نیست. چنین کسی هیچ وقت احساس نگرانی، پشیمانی از کار خودش نمیده. وظیفه بوده انجام دادم، پاداش منم محفوظ، اطاعت خدا کردم. این عامل پیروزی است، نه عامل شکست. پس اعتقاد به قدر و قضا اگر درست فهمیده بشه، باید عامل پیشرفت و عامل تکامل و عامل ترقی معرفت و تکامل تولید باشه، نه اینکه عامل رکود و تنبلی و سستی و بهانه‌گیری و اینها باشه. هیچگاه انسان از انجام فعالیت و تنبلی معذور نیست. یعنی تنبلی کردنش عذری حساب نمیشه، به اتکای این که من میگفتم شاید تقدیر خدا این باشه یا نباشه. حتی اگر بدانی هم که تقدیر خدا غیر از این است، الان در شرایطی که هستی اون که خدا میگه بکن باید بکنی، به نتیجه برسه یا نرسه اون شاید شما نخواست. پس نتیجه این شد که تقدیر مراتبی داره، بعضی از مراتبشن قابل تغییر است و اون تقدیرات معلقه، و در هر صورت تقدیر منافاتی با اختیار انسان نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.